طبق روایات صریحی که علامه مجلسی سماع و العالم آورده میفرماید آسمان از دخان خلق شده، اون زمین در از قرآن، دو اون اصلا قلمتر در خلق قرآن سوره شده. دخان گفته اونا، اون یه خب چیز خب بفرم، خب این بله چیزی چیز آقای نابی نیست. شیخ باشه، آقای آشیخ این مطلب داله بر این است که قبلش چیزی دیگه بوده. خب میشه من شی خدا پدرتو بیامرزه، و چرا میگی نمیشه؟ خب این خب من شما شی از من لا حدی، شی نیست. خب اهل بیت علیهم السلام اینا را آفریده از من شی، خب همینش هم آقای همینش هم یک اگر اتهامته. دوستان عزیز اگر من شی اجازه باشد بده، من حدیث اجازه بخونم بده من برای یک دقیقه من صحبت حدیث کنم. براتون بخونم بایستید نه اجازه نه بدید نه تو بس اجازه لطفا بده، من اجازه حدیث بده من، بخونم نه آقا نه نمیخواد اجازه اجازه. بدید. تو طولانی شد، شما فحش هم دادی، بسیار کارا کردی، اجازه بده. ایشان میگوید که این زمین و متوجه به آسمان فحش را دادم. اول خدا مثلا آفریده از منشأ، شاید اینطوری میگه، اونم قبول نداره. این حرفاشم خلاف مبنا و خلاف عقیده خودشه، چون الان در یک گوشه گیر کرده این حرفا رو میزنم. این که مثلا میگوید خدا، اصل عقیده اینه که خدا اهل بیت علیهم السلام را آفریده، اونم شاید نیافریده، اونم عقیده اصلی خود را اینا نمیگویند. عقیده اصلیش اینه که اصلا خدا نیافریده، اون از نور خدا هست، اون نور خدا هم که ازلیه، نور خدا که از خدا جدایی ندارد. بعد اون اهل بیت علیهم السلام این دنیا را آفریده. الان چون اونجا گیر کرده، میگوید که اینجا یک اشیایی بوده، هوا بوده، دخان بوده، دود بوده، این آسمان که از دود آفریده شده. خب این را اهل بیت علیهم السلام آفریده. خب همون حدیثش کجا؟ همون دلیل شما که اون زمان که نبودی. اون یا دلیل عقلی دارد یا دلیل نقلی دارد، اون دلیلش را شما ذکر کن الان بفرما. دوباره نه اجازه الان صدا شما روشنه. جالبی، آره یه نکته جالبی که شما دارید آقای علایی، دیشب فرمودی جلو چشم همه که امام صادق خیلی چیزها رو شاید نمیدونه، اما شما خودت علام القیوب هستی، شما قلب من رو هم میدونی، فطرت من رو هم میدونی. من عقیده غلات را میدانم، عقیده غلات را میدانم. آقای شیخ گوش بده، من دارم به شما میگم اول ما خلق الله، از چیه تو بخوام بترسم آقای علایی؟ از شبکه تو کل بیننده های تو 100 نفر نیستن عمو، از چیه تو بترسم؟ من رو منبر جلو 15000 نفر آدم دارم حرف میزنم، لایو اینستاگرام من 6000 تا ویو میخوره توی یه ساعت. باشه من باشه حرفو دارم تو جمع، آقای شیخ گوش بده، من این حرفا رو دارم تو جمع 15000 تا که فقط فیلمشو 500000 تا میبینن دارم میزنم، از چیه شما بترسم؟ بنده دارم میگم اول ما خلق الله، شما میگید اینا میگن که اهل بیت هم خلق نشده است. غلات میگویند. چرا غلات میگویند؟ غلات میگویند که به نص قرآن، آقای شیخ من گیر افتادم یا نیفتادم، به هر حال آسمان و زمین که به نص قرآن ماده اولیه داشتند خلق من شیئند، شما اینجا میگی علی نیافریده، این غیر از حسادت به مولا چیو میرسونه؟ خب همون بزرگوار این که همون حدیثش کجاست؟ میگی من شی میتونه؟ اجازه بده من از شما یک 10 ثانیه سوال میگم، نه بیشتر. امیر المؤمنین علیه السلام این زمین و آسمان را از منشأ آفریده. خب کجا همون دلیلش؟ دلیلش رو ذکر کن بفرمایید. آقا دلیل من آسمان رو دارم میگم، حضرت میفرماید من آسمان رو میگم، من هم آسمان رو میپرسم که شما میگی این را از دخان آفریده، امیرالمؤمنین علیه السلام آفریده از دخان، خب از دود آفریده، همون کجا؟ شما که دلیل دارید یا ندارید؟ دلیلش کو؟ 5 دقیقه حرف نزن تا دلیلشو بهت بگم. 5 دقیقه عیون المعجزات سید مرتضی، وایسا در عیون المعجزات سید مرتضی روایت حسین ابن عبدالوهاب، عیون المعجزات مان حسین ابن عبدالوهاب، مال حسین ابن عبدالوهاب، سند دیگر هم دارد، اونم خودش هم اصلا هم غیر معلوم، مجهول کن کیه، معلوم نیست. خیلی سند دیگر دارد، خدمت شما عرض کنم که قاضی سعید قمی، اونم که صوفی، اونم یک صوفی وحدت وجودی تابع ابوبکر ابن عربی، من همه اینا صوفی شما میگم، صوفی 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 کافر. چه ربطی داره به حدیث؟ چه ربطی داره به حدیث؟ خب حدیث اعتبار میخواد، حدیث اعتبار میخواد، حدیث آقای شیخ، حدیث اعتبار میشه. شما حدیث از صوفیه بیاری، از کتب مجاهیل بیاری، حدیث بیاری که این حجته برای ما، از کافی بیار، از مسایر درجات بیار، از محاسن بیار، حرف خویی نیستین شما، از کتب معتبره بیار، نه از کتب مجاهیل، از کتب صوفیه. بله قاضی سعید قمی، قاضی سعید قمی صاحب ابوبکر بن عربیه. خب بخو حدیث رو بخوام بفهم. من 3 تاشو گفتم دیگه آقا، من 3 تا سند دادم، از بصائر بیارم براتون خدمت شما عرض کنم، 3 تا رو دارم سند میدم. شما 2 تا گفتی، عیون المعجزات گفتی، کتاب قاضی سعید قمی رو گفتی، سومی چیه؟ صحیفه الابرار نیر. اوه اون که از معاصرینه، اون که از مصادر نیست. خب به هر حال وین که از کو معاصر از مصادر بیار، وین که صحیفه الابرار است، کی نقل کرده؟ برو وحی نازل شده، این اعتبار داره. شما رو ببین، از یک کتاب معاصر نقل میکنه، از برای خدا حدیث از کتاب معاصرین نقل میکنه، این درست شد؟ این مصدره تو عالمی. 26 بهار آقای شیخ وایسا، 26 بهار
میفرماید که در باب روح 26. امام میفرماید از صفات امام است، این چه بداند به هر کس این روح را بخشیده، امر خود را نیز به او تفویض میکند و به اذن خدا می آفریند و زنده می کند تا آخر از کتاب عتیق، از کتاب عتیق، از کتاب عتیق به اذن خدا. اون جوابشو میده. مجلسی هم بریز دور آقا، ببخشید فقط آیه علایایی پراتیشیه، اونم از کتاب مجاهیله، اونم از مجاهیله، اونم از کتاب عتیق، اون حدیث میاد الان من بیان می شما. مجلسی اندازه شما، مجلسی قائل نیست، مجلسی قائل به خالقیت ائمه علیهم السلام نیست. نفهمیده چی حدیثو نقل کرده؟ آقا حدیث داری میزنی، نقل میکنه و این حدیث صریح نیست. خب خب الان خیلی عالی، خیلی عالی، امین حدیث را، امین حدیث را شما نصش را بخوان که امیر المؤمنین از همین زمین و آسمان را آفریده. بفرما از من شی آفریده، بخوان همون حدیث را بخوان، از بهار بخوان. این دروغ میگه، این حدیثی نیست در بهار این چنین، این دروغ میگه. از صفات روح وایسا، این که میگه این که بداند از صفات روح، من الان ازم از ترجمه دارم میخونم، بعد دارم بهار بردارم نگاه بکنم، الان در دستم. آره ما دیدیم اون حدیث را، ما دیدیم اون حدیث را، ما در مصدرش دیدیم. شما الان نقل میخوندید. باشه خب دیدی که دیدی، حالا هنر کردی دیدی حدیثه. بله بله، با چه کارش کنی؟ بخوان، من میدانم اون حدیث بر مدعای شما دلالت نداره. بخوان حدیث بر مدعای شما دلالت نداره، شما دروغ میزنی. آقا میفرم، آقا حضرت میفرماید امام به اذن خدا زنده میکند و با اذن او میآفریند و آنچه که در نهان هاست را میداند. شما هم رو علم امام بحث داری، هم رو اذن امام بحث داری، هم رو اذن خدا. آقای علایاری یه جوری به ما ثابت کشی هستی. بسیار خوب، یه اثرانگوشتی بذار ثابت کشی الان هستی. الان در علم امام علیه السلام من دیروز گفتم که امکان دارد. ببین دوستان عزیز، بعضی از جملات آدم در 10 ثانیه صحبت میکنه، اون توضیحاتی دارد که من اون را بیان نکرده ام و در جاهای دیگر بیان کردم. این را همه کسانی که با حدیث شیعه اطلاع دارند این را میدانند که در علم غیب، علم غیب پروردگار عالم، یک قسمت آن را خداوند مخصوص خود گردانیده، اون را به اهل بیت علیهم السلام عطا نکرده. خود اهل بیت علیهم السلام این را گفتند و اهل بیت علیهم السلام خودشان فرمودند که علم ما هر روز اضافه می شود، ستونی از نور هست و نقر فی القلوب و نقر فی الاذان و سماع فی الاذان و نقر فی القلوب. اجازه بده، اجازه یک لحظه درباره علم امام که شما به من تهمت میکنید که من منکر علم امام علیه السلام شدم. من منکر علم امام علیه السلام نیستم، خدا لعنت کنه که اون کس منکر باشد. امام علیه السلام این چنین نیست که تمام غیب را بداند. در خیلی از موارد بوده که مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام سوال میشد، منتظر میماند که جبرئیل جواب بیاورد، یک امری بیاورد از جانب خداوند متعال. یا مثلا یک جایی بود ائمه طاهرین علیهم السلام خودشان میگفت که من نمیدانم مثلا فلان جا چی میگذره. خودشان این در علم امام یک احادیث را یک وقت میآورم، ائمه طاهرین علیهم السلام علمشان بی‌نهایته، اما در بعضی موارد امکان دارد و خودشان گفتند که یک چیز غیب باشد، خداوند متعال بنا بر مصلحتی، امتحانی، حکمتی، اون را از ائمه علیهم السلام پنهان کند. منظور من این بود که امام صادق علیه السلام فقط اون چیز را که خدا بهشان یاد داده اون را یاد داره. اگر یک چیز خدا تعلیم نکرده، الله تعالی تعلیم نکرده، اون را امام صادق علیه السلام نمیدانه. این عین اونه. حالا شما گفتی که ببینید دوستان، دروغگویی این شخص، تهمت این شخص به ائمه طاهرین علیه السلام که میگوید خداوند متعال دخان آفریده و امیر المؤمنین علیه السلام یا امام صادق علیه السلام این دخان را تبدیل کرده به این زمین و آسمان، یا به تبدیل کرده به آسمان، میگه این حدیثش در بحار موجوده، اون حدیثش را بخوان و الا دروغگو هستی، تهمت کردی بر ائمه علیه السلام. بفرمایید حدیث نداری، دروغ میزنی. آقای آشیخ حدیثش را بخوان. به شما عرض میکنم، باشه الان عرض میکنم، بنده دارم خدمت شما عرض میکنم. شما میفرمایید مبانی ما این است که منشأ میتواند، ما میگیم با استناد به این احادیث زمین و آسمان منشأ است. خب چطور اینجا نمیتواند؟ خب همون بگین، ببین منشأ امیرالمؤمنین علی سلام این زمین و آسمان را خلق کرده. شما که اول عقیدت نیست که اینا منشأ آفریده، شما عقیدت اینه که من لا شیء آفریده، الان اونو تنزل کردی و خلاف مبنا صحبت میکنی. خیلی خوب، همون حدیثش را نشان بده. خب یک جای اگر حدیث باشد که بله خداوند متعال آفرید، مواد اولیه را آفرید، بعد امیرالمؤمنین علی سلام اینا را دستکاری کرد، تبدیل کرد، مثلا شمس آفرید، خورشید آفرید. خب اگر باشه ما قبول میکنیم، ما قبول میکنیم، ما اون چیزی که ایراد بر آن داریم خلق لامنشی است، از هیچ بیافرینه، اونو کسی نمیتونه بکنه. اما مثلا یک کسی بیاد خدا به او قدرت بده چراغ بسازه، مثلا از چراغ بالاتر بسازه، کوه بسازه، خیلی خوب میسازه، بله اینو امکان، اما این واقع شده؟ شما میگه واقع شده، خب دلیلش را بیار. مجرد امکان دلالت بر وقوع ندارد. اجازه بده بخونم حدیثشو. بهار جلد 26 صفحه 4. بخوان. جابر از امام سوال کرد ای فرزند رسول الله مقصر کی؟ حضرت فرمودند کسانی که در معرفت امام کوتاهی دارند.
همین الان شما میگی جبرائیل میدونه، پیغمبر نمیدونه، و همچنین در معرفت آنچه خدا بر آنها واجب نموده و از امر روح خود عرض کردم معرفت روح خدا چیست؟ حضرت فرمودند این که بداند به هر کسی خداوند این روح را بخشیده، امر خود را نیز او تفویض نموده و به اذن خدا می آفریند و زنده می کند و به دیگری علم غیب می آموزد و از گذشته و آینده تا روز قیامت اطلاع دارد، چون آن روح از امر اله است. هر ممتاز به این روح شد کامل است و نقصانی ندارد، هر چه بخواهد با اجازه خدا انجام می دهد و از مشرق به مغرب در یک لحظه می رود و به آسمان ها بالا می رود و به زمین فرود می آید، هر چه اراده کند و بخواهد انجام می دهد. این حدیث امام در خصوصیات امام می فرماد. شما دقیقا دارید همه اینا رو برعکس می دید. نمی تونه؟ نمی فهمه؟ بله. دوستان عزیز حالا ما جواب شما رو بدم. این حدیثی که ایشان نقل میکنه یکی از احادیثی از احادیث 16 از یک کتاب مجهول که شی اجازه بده بحار، بله بحار از مصادر اولیه نیست دیگر، تو که نمیدانی این حرفا رو بحار نقل کرده از یک، اجازه بده خاموش باش خاموش باش، از یک کتاب مجهول به نام کتاب عتیق، کتاب قدیمی، علامه مجلسی نقل کرده از جمله اون احادیث که خود مجلسی هم به این حدیث اعتقاد ندارد که در امام علیه السلام روح. این حدیث خیلی طولانیه، این حدیث خیلی طولانی چندین صفحه است. در یک مقدار اون اینه که امام علیه السلام به اذن خدا خلق میکند، خلق میکند. ایشان گفت ببین دوستان ما منکر نیستیم که امام علیه السلام به اذن خدا خلق میکنه، ما منکر نیستیم. حالا این حدیث را قبول هم بکنیم که اعتباری ندارد، اما معتبر نیست و اعتبار حدیث نزد ما اون طریق که خویی میگوید نیست. این ایشان خبر نداره که ما طریق ما در تصحیح احادیث چیست، اون یک طریق دیگریه، یک طریق منفردیه، طریق محدثین بزرگان محدثین، اینا خبر نداره، ما رو متهم میکنه که طریق ما طریق خویه. خب این از جهل حضرت علیه که نمیدانید این حدیث معتبر نیست. حالا باقت نظر از اعتبار آن که این در این حدیث که نیامده، ببین ما از ایشان دلیل خواستیم عزیزان من، انسان دروغگو، انسان معادی با حق. ایشان گفت که خدا مواد اولیه را آفریده، مواد اولیه این زمین و آسمان را آفریده، بعد امیرالمومنین علیه السلام آمده اینا را من شیئن خلق کرده، آسمان آفریده. خب اون دلیلش را خواستیم، این حدیث را که آورده که در امام علیه السلام روح هست و او میآفریند. خب این میآفریند این کجایش؟ این شاید منظور این باشه که امام علیه السلام مثلا یک جای مثلا از دل کوه ناقه بیرون میآورد، از دل کوه ناقه یا چشمه سار جاری میکند. شما بر مدعایتان که این کون و مکان را، این کون و مکان را امیرالمؤمنین علیه السلام از منشأ آفریده، برای اون از شما دلیل خواستیم. این دلیلی که شما آوردی امام علیه السلام میآفریند، خب عیسی علیه السلام هم میآفریند. خود اولا که اعتراف کردی که این خلقت من شیئه، خیلی خوب، خلقت من شیئه امام علیه السلام میآفریند. شما این که این کون و مکان را مجرد امکان این که این امکان دارد که امام علیه السلام به اذن الله این را از من شیئن آفریده باشد، کجاست دلیلش؟ کجاست دلیلش؟ حدیثش، روایتش، این حدیث که بر آن دلالت ندارد. و من از شما نمیخوام که شما الان پافشاری کنی که این حدیث بر آن دلالت دارد، چون ندارد. وقت ما را ضایع میکنی. فرمایشی داری؟ آقای شیخ صدای ما رو شما بستی، من به این دلیل بشم چون وسط حرف من میپری. شما اجازه بفرمایید. امام زین العابدین فرمود که در اون ادامه روایتی که من میخوام بخونم و شما هراس داری و نمیذاری، یک روزی قنبر رفت در خونه امیرالمؤمنین و به فزه گفت فزه مولایت کجاست؟ حالا من از روام بخوای بخونم متن عربی خدا اتوبه. من بعد جاهلیت شما میتلم میخندم. اون حدیث سند نداره، اون روایت، اون روایت. آشیخ من نوکرت، هر چه باید هر چه میفهمید فهمید. بله اون در اون تازه در خالقیت نیست، اون در رازقیته. اون ربطی به این مطلب ندارد اون حدیث. آشیخ وایسا، آشیخ ابو جهلم از علی افضله. باشه نوکرت، لعنت خدا بر اون کس که عقیدهش این باشه. شما اون حدیث رازقیت را آوردی، اونم غیر معتبر، اون را آوردی در باب خالقیت، چه ربطی داره؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در آسمان رفته ارزاق تقسیم بکنه. آقا حسن جون عزیزم، هر حدیثی خوندم بهش خندیدم. من حسن ختامم، من به عقل شما خندیدم، به عقل شما خندیدم. اون حدیث رازقیت، حدیث رازقیت را در باب خالقیت میخوانی؟ بخوانی آقای علایاری یه چیزی بخونم، زیارتنامه حضرت رضا تیمنن و تبرکن. نه نه زیاد از نه 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 حدیث را بخون، حدیث فزه را بخون. فزه قنبر پیش فزه رفت، گفت امیرالمؤمنین اعظم کجاست؟ گفت آسمان رفته خلایق ارزاق تقسیم کن. آقای علایاری نه، من از شما سوال دارم، نمیتونی فرار بکنی. من نوبت من، من سوال میکنم از شما. آقای من سوال دارم، اجازه بده، اجازه بده تمومش کنیم بحث. ما
تمام نمیکنی. نه نه من سوالم را جواب بده بعد تمام کن. شما حدیثو خوندی دیگه، ولش کن دیگه. من نخوندم. من سوال دارم از شما. من از شما سوال دارم. نوبت منه. آقای علایاری، آقای علایاری باشه، تو بردی. عیسی افضل از امیرالمومنینه. جبرائیل افضل از من. این چی رو نگفتم؟ شما دروغگو هستی. من دروغ میزنی شما. الان گفتی جبرائیل میدونه، پیغمبر نمیدونه. آقا نه، جبرائیل از خدا پیغام میاره. خدا میدونه، پیغمبر نمیدونه. شما نادانی. خدا میدونه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیدونه. خدا جبرائیل پیغام میاره، نه اینکه معلم باشه. پس شیخ شما اعتقاد تو اعتقاد صحیح مسلم، جبرائیل رسول اوله. جبرائیل از جانب خدا پیغام میاره، این که از بدیهیات اسلام دیگه. رسول اول دیگه جبرائیل پیغام آور. رسول اول رو من نمیدانم، رسول اول رو من نمیدانم. جبرائیل پیغام آور از جانب خدا وحی میاره. این نص قرآن کریم. من یه چیزی بخونم. این نص قرآن کریم. شما قبول نداری؟ شما قبول نداری که جبرائیل پیغام میاره از جانب خدا؟ آقای آره، اون درست کن، یک چیز دیگه است. نزول دفعی و تدریجی رو نمیدونی آخه. اون قرآنه، اون قرآنه. غیر از قرآن چیزای دیگری هم هست. غیر از قرآن مطالب دیگری هم هست. غیر از قرآن مطالب دیگری هم هست. خزان العلم. آقای شیخ ببین، شما قبول داری که یک مقدار از غیب را خدا برای خودش نگه داشته؟ آقای شیخ، شما قبول داری که یک مقدار از غیب اهل بیت علیهم السلام نمیدانند؟ آقای شیخ خاتم الانبیا خزان العلم است. بله، نه تمام علم، نه تمام علم، یک مقدار علم غیب را خدا برای خودش نگه داشته. نه تمام علم مقیده، درسته؟ علمش مقید. یک مقدار علم است مخصوص پروردگار عالمه. اون خود اهل بیت علیهم السلام گفته. شما منکری؟ شنیدم آشیخ، شنیدم. پس علمش مقیده، علمه. درسته؟ آقا مقیده. شنیدم. اگر نسبت به خدا، بله، نسبت به خدا علمشان کمتره. نسبت به پروردگار عالم علمشان کمتره. آقای شیخ گوش بده. آقای شیخ علمش مقیده، درسته؟ من نمیدونم مقید منظور تو چیه که من بگم درسته. من نمیتونم منظور تو از مقید چیه که من بگم درسته. من گفتم علم اهل بیت علیهم السلام نسبت به علم خدا کمتره. قسمتی از علم رو نداره آقای شیخ. یک قسمتی از علم خدا را اهل بیت علیهم السلام ندارن. بله بله، این درسته. یک قسمتی از علم خدا رو اگر ندارن، یعنی علمشون مقیده، لذا ولایتشون هم مقید میشه. پس تمام ولایت خدا رو هم ندارن. منظور از ولایت شما چی؟ من نمیدونم در کله شما منظور از ولایت چیه. در کله شما از ولایت منظور چیه که من نمیدارم میگه تمام ولایت خدا را اینا باید داشته. منظور خالقیت در رازقیت در آجاقا. حالا اون حدیث را بخوان، اون حدیث را که مرا متهم کردی که من خندیدم. اون حدیث را بخوان، اون حدیث را بخوان. یه لحظه وایسا وقت بده. اگر علمش مقیده، ولایتش هم مقیده، ولایتش هم ناقص است دیگه. پس ولایت آقای خامنه‌ای باید. من نمیدانم. من ادعا میکنه میگن ولایت هم مطلقه است. بله، من نمیدانم. میگه من ولایت هم مطلقه است. پس ولایت های خامنه‌ای کامل تر از حضرت صاحب. اگر منظور از ولایت شما ولایت بر خالقیت باشه، منظور شما اگر ولایت این باشه که ولایت دارم با دست میزنم، اگر علمش مقیده ولایتش هم مقیده دیگه. ولایت چیه؟ ولایت تعریف سنی ها بحث میکنی. آن شیخ تو اصلا دیگه چرا با سنی ها بحث میکنی؟ اونم میاد میگه من کنتون مولای، ولایتش مقیده، ما فقط دوستش داریم. خب حالا شما صحبت کن. سنی ها داری ما رو رنگ کردید از باله. آقا من یه چیزی بخونم برم. نه 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 رو نمیتونی بری، نمیتونی بری. اونم میخونم باشه. نمیتونی بری. الان نوبت منه، بگذار من اجازه بذار من شما یک سوال بکنم. بگذار من شما یک سوال بکنم. شما سوال کردی. چرا وحشت کردی؟ آقای شیخ بفرما سوال تو بپرس. سوال بکنم؟ خیلی خوب. دوستان عزیز، اون حدیثی که ایشان میخواست، اون حدیثی که ایشان میخواست بخونه اینه، خب؟ که فزه رفت، قمر رفت پیش فزه، گفت امیرالمومنین علیه السلام کجاست؟ فزه گفت امیرالمومنین علیه السلام آسمان رفته. آسمان چیکار میکنه؟ گفت رفته که ارزاق خلایق را تقسیم بکنه. حدیث اینه. خب این حدیث هیچ گونه سندی ندارد، اعتباری ندارد. و از این از احادیثی که صوفیه به آن، صوفیه اون را روایت کردن و غلات به آن استدلال میکنند که امیرالمومنین علیه السلام رازق است. خب حرف ما با ایشان در خلقت بود. این حدیث که ایشان آسمان رفته که رزق را تقسیم بکنه، این حالا صحیح باشه درست باشه، فعلا اون سر جای خودش، صحیح باشه درست باشه سر جای خودش، که آسمان رفته رزق را تقسیم بکنه، ادعای ایشان این بود که امیرالمؤمنین علیه السلام از مواد اولیه این آسمان را آفریده، ربطی به اون نداره. من به این خندیدم، به این خندیدم و به این خندیدم که ایشان این احادیثی که هیچ گونه سندی ندارد، هیچ گونه در کتب 16 صوفی آمده با اونها استناد، به این مطلب من خندیدم. نه اینکه من به حدیث خنده باشم، خندیده باشم که ایشان بعد مرا متهم کنه که من به حدیث خندیدم. اما سوال من از ایشان، اما ایشان مرا متهم کرد که من ولایت را ناقص میدانم.
منظورت از اینه بزرگوار، اگر منظور شما اینه که ولایت امیرالمؤمنین علی السلام را من ناقص میدانم، یعنی امیرالمؤمنین علی السلام خالق زمین و آسمانه، رازق زمین و آسمانه و من اون را خالق و رازق نمیدانم، پس اون ناقص ولایتش. اگر منظورت اینه، این نقصان نیست، اصلا معنای ولایت این نیست، خالقیت و رازقیت این در معنای ولایت نیست، در معنای ولایت نیست. شما یک معنای دیگر از پیش خود درست کردی، اون ولایتی که صوفیه با آن اعتقاد دارن، صوفیه با آن اعتقاد دارن که ولایت اون که پیر مرشد، پیر کامل، قطب عالم امکان، اون یک مفهوم هست در عرفان و تصوف، اون در مذهب شیعه نیست. شما با اون، بله ما اون معنا را قبول نداریم، امیرالمؤمنین علیه السلام خالق نیست، رازق نیست و این هیچ، و خود امیرالمؤمنین علیه السلام این را فرموده. حالا سوال من از شما، بله دوستان عزیز، کتاب اعتقادات شیخ صدوق رحمه الله، اینجا در این کتاب اعتقادات ملاحظه بفرمایید عزیزان، باب فی نفی الغلو و تفویض، در اینجا یک حدیثی هست از امام رضا علیه السلام، امام صادق علیه السلام، زراره روایت کرده که من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم که رجلا من ولد عبد الله ابن سبا یقول بالتفویض، یک کسی از فرزندان عبدالله ابن سبا قائل به تفویضه، و من گفتم تفویض، امام صادق علیه السلام گفتن که تفویض چیست، گفتم که ان الله عز وجل خلق محمدا و علیا علیه السلام ثم فوض الامر الیهما فخلق و رزق و احیا و اماتا. من گفتم که منظور این فرزند عبدالله ابن سبا، نوای عبدالله ابن سبا اینه که امیر المؤمنین علیه السلام و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را خدا آفریده و بعد امر را به اونا تفویض کرده. کدام امر را؟ امر خلقت را، امر رزق را و امر احیا و اماته را. خلقت کی کرده؟ امیر المؤمنین علیه السلام. رزق کی داده؟ امیر المؤمنین علیه السلام. و احیا کی میکند؟ حیات کی میدهد؟ امیر المؤمنین، پیغمبر، اینا با هم مشترکن دیگه، صلی الله علیه و آله. و مرگم در دست اینها هست، این تمام امور کان در ده، اینا با اینم با تفویضه، نه اینکه بل استقلال، نه تفویض معنایش چیه؟ که خدا به اونها این حول را داده، این قدرت را داده و این اختیار و این ولایت را داده، اختیار ولایت را داده، تفویض داده. تفویض معنایش اینه، تفویض دوستان عزیز عرض کردم واگذار کردن یک چیزی که مال من هست به کسی دیگر. تفویض این نیست که بل استقلال امیرالمؤمنین علیه السلام چیز را داشته باشد، اون شخص هم ادعا استقلال نکرده، امیرالمؤمنین علیه السلام مخلوقه. تازه اینا هم شاید این غلات عقیده هم ندارن که مخلوقه، غلات امروزی، و تازه اون عبدالله ابن سبا نوهش گفته که مخلوقه، بعد خلق کرده روزی داده. امام صادق علیه السلام فرمون کذب عدو الله، امام صادق علیه السلام فرمودن که ایشان دشمن خدا است و دروغگو هست، دروغ، همچین عقیده کفر محض، کسی که دشمن خدا، یعنی با خدا دشمنی میکنه، کافر و کذابه. وقتی که بر او برگشتی نزد او این سوره رعد را بخوان، ام جعلوا لله شرکا خلقوا کخلقه، اینها کفار مکه برای خدا شریک قرار دادن، که این کفار هم میگوین که بله مانند خدا دیگرانم خلق کرده، دیگرانم خلق کرده، و اون کفار مکه هم میگفتن که خداوند متعال مثلا خدایان دیگری هست که اون خدای بزرگ به اونها این را وکالت داده یا تفویض کرده، به اونها قدرت داده که اینا میآفرینن. فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. خب امام صادق علیه السلام این شخص را مشرک خواند و به او گفت که این مشرکه و این عقیده شرکامیزه و این دشمن خدا و این کافره. حالا سوال من از جناب آقای طاهری، تا آقای طاهری شما به ما بگید که شما قائل هستید که خداوند متعال ولایت داده به امیرالمؤمنین علیه السلام، به ائمه علیهم السلام که این چیزا را بیافریند، چطور این عقیده شما با عقیده اون نوای عبدالله ابن سبا چه تفاوت داره؟ بفرما آقای طاهری جواب بده. آقای طاهری رفته، صحبت نمی کنم. طاهری رفتی بابا، قطع کردی جواب. طاهری، طاهری نیست عزیزان من، قطع کرد رفته، قطع کرد رفته. سوال ما رو جواب بده طاهری، تو که میگه خدا به اونا ولایت داده، بله ولایت داده، خب بگو این چیه، اون ولایتی که داده اون چیه، اون ولایتی که داده اون عقیده شما چطور فرق میکنه با عقیده عبدالله ابن سبا؟ خب دوستان عزیز ایشان رفته، کسانی اگر میخوان زنگ بزنن دیگر، ایشان رفته، من خدمت شما دوستان عزیز هستم. و از جمله اتفاقی که افتاده، اینستاگرام قطع شده، اینستاگرام رو ما بیاریم دوباره وصل کنیم.
دوستان عزیز، ما عقیده ما این نیست که جبرئیل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم عالم تره، اما جبرئیل پیغام آور از جانب خداست، خدا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم عالم تره. اگر جبرئیل پیغامی می آورد بس برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، معنایش این نیست که او معلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اونطوری که این شخص به ما نسبت میداد. حالا دوستان پشت خط منتظرن، من عزیزان این اینستاگرام رو بیاندازم، راه بیاندازم، بعد دوباره تلفن های شما رو جواب میدم. اینستاگرام درست شد، الان تلفن های شما عزیزان جواب بدیم. بله آقای طاهری سوال ما رو جواب نداد رفت. سلام علیکم بزرگوار، بفرما. سلام علیکم آقای عزیز بزرگوار. یالا بزرگوار. خواهش میکنم، من دیشب زنگ زدم یه خود باهاتون بحث کردم، دیشب خیلی تحقیق کردم در اینترنت، زنگ زدم عذرخواهی کنم ازتون که چرا آدم جاهل باعث باشه و به حرفای شما ایمان آوردید. دو مورد اگه اجازه بدی به عنوان شاگرد به آقای طاهری من عرض کنم. بفرمایید. اولا این که ایشون 100 نفر نیست، 2000 تا مخاطب داره. یک. دو، آیا من الان به پسرم میگم شما چشم منی، دیگر در تمام امور که من از کلمه چشم استفاده کنم منظور پسرمه؟ آفرین. حدیث داریم که حضرت علی ید الله هست، این همون به معنایی هست که شما گفتید. این در اونجا برای بعضی از موارد خاص استفاده شده، ننگه دیگه تمام موارد دست خدا حضرت علی باشه. گفتم من حالا پسرم میگم چشم من توی، آیا در همه جا که من اسم چشم آوردم با پسرم هستم؟ در این باب، در باب دوم که آقای طاهری شما اومدی فقط با الفاظ و کلمه ها بازی کردی، با یه کلمه های عربی که من بی سواد نمیفهمم چی میگی، فقط کلمه های قلمبه سلمبه استفاده کردی. آقای علایاری از شما مستقیم میپرسه آقا خالق حضرت علی حدیثش کو، شما میای یه جملاتی رو میگی که من تا حالا نشنیده بودم، اصلا ندیده بودم تو اینترنت. یه کلم، آره اینه حدیثش در اینجا اومده، شما چرا هی کلمهای قلمبه سلمبه بازی با کلمات؟ متاسفانه ما در ایران بینندگان عزیز اینجوری هستیم که وقتی یک سوالی از یک روحانی میپرسیم از یک کلمات قلمبه سلمبه نمیدونم لا فلان فعل فلان استفاده میکنه، ما هم میگم آها همینه دیگه، جواب همینه دیگه. ولی وقتی آقای علایاری میاد به زبان ساده اینو بیان میکنه و شما جواب نمیدی و بیراهه میری و از کلمات قلمبه سلمبه استفاده میکنی، سر ما رو گیج میاری. خب اگر حدیث داریم حضرت علی مثلا کره مریخ و خلق کرده نشون بده، یا خودش این کارو کرده و شاکر بوده که خدایا تو به من این قدرت رو دادی و منم شاکر تو هستم. این همه دعا داریم ما در مفاتیح و جنان. من دیشب خیلی گشتم به خاطر اون بحثم از دوستایی میکنم که دیشب بود بحث کردم. آیا یک میکنم. بار یکی از ائمه ما در مفاتیح و جنان، من دیشب تا 4 صبح نشستم گشتم که شکر کرده باشه از باب خالقیتش، اما به واسطه این که ما از امیرالمومنین خیلی چیزا میبینیم، اعجازهایی فراتر از حضرت عیسی ابن مریم، خب این کاملا عادی و جایز هست، اما این که شما میای، خب میگم متاسفانه ما کاش که شما رو داشتیم به عنوان مجتهد اول، کاش که ما شما رو داشتیم به عنوان کسی که در ایران هست و راه رو نشون ما بده و ما پیرو به چی کسانی هستیم و پای منبر کیا میشینیم و اطلاعات زیادی از احادیث نداریم و متاسفانه اینجوری هست که اینجوری داریم جلو میریم که این هست. آقا من باور دیشب از دوست خواهی میکنم. نه خواهش میکنم، سرور ما هستی، برادر ما هستی شما، خدا شما رو ایمان آفیت بده.
سلامت باشید. و یه چیز دیگه هم بگم و رفع زمان، من با آقای تاهری توهین نمی‌کنم. آقای تاهری، اولین مقدمه بحث و ادب و انسانیت و عقلانیت اینه که شما باید در مقابل طرفی که صحبت کردی سکوت کنی، وگرنه که بیادبی و حتاکی کردن به پدر ایشون و به قول خودت با 15,000 مستمعی و بعد بیای هی نداری ایشون استدلال کنه به چه حدیثی با چه سندی. خب شما نذاشتی این آقا این کارا رو کنه، بعد میای میگی با دندون تیکه تیکه میکنم اگه تو ایران بودی. بله خیلی از این کارا کردی و من متاسفم و عذرخواهی میکنم از جانب ملت ایران از این آقا که به شما این توهینا رو کرد. شما سرور ما هستی، یا علی مدد، یا علی مدد. خیلی ممنون، خیلی متشکر، خدا عافیت بده شما رو برادر من، عزت زیاد. نه ما حساب ایشان رو به حساب ایرانی ها نمیگذاریم، ایرانی ها نور چشم هم برادر ما هستن. ما خود من خودم ایرانی هستم، خودم را ایرانی میدانم، ایران را کشورم میدانم. شما سرور ما هستید برادر عزیز و شما لزومی نداره که معذرت بخواید. سلام علیکم، بفرما بزرگوار. سلام آقا، احوال شما؟ سلامت باشی، زنده باشی، ممنون. الو، بفرما جانم. باشی، من این نمیدونم آقای طاهری که اومدن روی خط، ما والا اصلا نمیشناسیمشون. ایشون کی شلیک شد اصلا؟ کی کجا بودن تا حالا که میگم ما این همه منبر میریم و این همه بیننده دارم و این همه پامنبری دارم، شما کجا بودی تا حالا؟ چرا ما که این همه تو این هیئت چرخیدیم اسم شما رو نشنیدیم؟ درست. و این چه رسم ادبه که به اسم کوچیک بیای انقدر بیشورانه و انقدر بیادبانه هی بخوای با اسم کوچیک صدا بزنی، هی وسط حرف بپری؟ اگه تو اومدی یه مطلبی روشن کنی، پس ادب و رعایت کن، مؤدبانه بیا بشین صحبت کن، ما یه چیز یاد بگیریم، نه اینکه همش یه سری چیزای بی سند بی ربط. فوق و آخرش اینه که آقای اللهیاری داره اشتباه میکنه. خب باشه، اگه میخوای اینو ما رو متوجه این بکنی، با این وضعی که شما اومدی توی خط، روی خط تحت هیچ شرایطی هیچ چیزی متوجه نمیشی، یه سری کلمات صوفیانه و ابلهانه و فلسفه رو آوردی تو اینجا مغالطه داری میکنی، انتظار داری که من بگم به به چه صحبت‌های قشنگی. نه خیر، شما اومدی اینجا یه کسی که اصلا نمیشناسیم کی هستی، پر از غلط، پر از چرند، یک روایت نیورد که اهل بیت رزاق باشن یا خالق باشن. و اینه که من زنگ زدم واقعا بگم که دست شما درد نکنه، زنده باشی، معمولی نشکست خوردم. خدا عزت بده، ممنون شما، متشکرم، سلامت باشی برادر عزیز، خدا عزت بده، دستم درد کنه، ممنون، یا علی مدد. سلام علیکم بزرگوار، بفرما، خدا خیرتون بده. سلام علیکم و رحمت الله. عزت زیاد جان برادر، خدا عافیت بده شما، بفرما جان. وقتتون بخیر، جا خسته نباشید. سلامت باشی، زنده باشی جان برادر. آجا آقا، خداوند بهت سلامتی بده و بهت صبر بده در مقابل این جهلا. من میخوام بگم واقعا ما ملت ایران چقدر بدبختیم، کسایی مثل این آقای طاهری میشن به قول خودش منبری، 15,000 آدم مثل خودش بی ادب، حتی جانور درنده خو. من میخوام بگم آقای شیعه امیرالمومنین، شما کدوم یک از اهل بیت اینجوری با دشمنانشون برخورد میکردن که میخواستن اینها رو، اگه ایران بودی من شما رو میخوردم؟ مگه شما اینه که بلا نسبت بعض از آقایون باید بگیم آخون جانوری سمه چیز خار؟ آج آقا، بگیم آخون جانوری سمه چیز خار؟ بله. و چی بگم به خدا، یعنی شرمم اومد، یعنی هی میگفتم ای کاش عذرخواهی میکنم، من میشدم این درنده که اینو گلوشو بفشارم که تو نماینده بینی. یه کلیپی من دیدم از یکی از این مراجع، متاسفانه آقای بروجردی یه بنده خدای زارن از شاگردای شما بود، مثل بنده یه سوالی کرد، صوفیه شاید دیده باشی، گفت که آقا این حرفی که شما میزنید مثلا اگر مکلف از شما دلیل بخواد چیزی دارید بگید؟ یک اهانت ها، یه دوتا بادیگارد الاغ هم داشت، خفه شو، ساکت شو. گفتم خدایا اینا پیغمبر اینجوری برخورد میکرد؟ پیغمبر آشغال میریختن رو سرش، بعد میرفت که یارو دو سه روز اشغال مریخته بود، میگفت که آقا چرا نمیریزی؟ وقت شما چیتون به اسلام میره؟
جوز یه لباسی که مال بنی عباس بوده، حالا خدا را شکر دمت گرم آقای علایانی، خدا بهت سلامتی بده. خدا عزت داره شما، ممنون شما. وادی که وارد شدی امیرالمومنین پشت و پناد اینا اینقدر احمقند، خدا رو میخوان بیارن پایین مثل عمریه که پیغمبر رو میارن پایین که همردیف عمر کنن. درست. میخوان خدا رو بیارن پایین همردیف اهل بیت کنن. اهل بیت خودشون فرمودن هرچ ما بنده خداییم، یعنی افتخار اینه ما بنده خدا باشیم. درست. بنده خود دیگه ویژگی بندگی داره. بله چیزی که میگم که همه ارواح ظاهرن، حالا من اینجور اطلاع دارم، همه ارواح از اول آفریده شدن، حالا بعد از مثلا روح اهل بیت، ولی بله. دیگه اینجوری نیست که شما بخواید اهل بیت رو خالق بدونید. خیلی جاها هست اینجور، فقط فهمین آج آقا بله میتونم. خدا عافیت باشم. ننگ باد بر این حوزه که اینجور افرادی رو تربیت میکنه اینجوری. بعد من الان خیلی از مردم، من خودم معلمم، متاسفانه خیلی از مردم دین زده شدن خاطر برخورد کسی مثل این آقای طاهری. خدا عزت باشه. واقعا شما اگر یک کسی میدید که آقا این حتما عمامه سرشو اینجوری برخورد میکنه نمیدونم. آقا من یه سوال داشتم خدمت جان. البته جان شاید یه جورایی هم مرتبط باشه. بله. در بحث ولایت اهل بیت، نه ببخشید، آیه تاثیر این یرید الله لیذهبنکم اهل البیت، این اراده، اراده تشریعی یا تکوینی؟ نه این اراده که خود خدا این کار را کرده، تشریعی نیست، اراده این اراده پروردگار عالمه، اراده پروردگار آره. عالمه که اهل بیت علیهم السلام را آره پاک بگردانه، پاک باشن. بله سوال جم. من اینه، آیا واقعا سن روایتی دارن تو مجمع اهل سنته که ام سلمه یه روز اشنش بود نمیدونم اصخایی میکنم مثلا اصخایی پیغمبر رو گفت نمیدونم این اصلا صحت داره، یا این سوال هم اینه آیا واقعا سوال باشه یک وقت دیگر، سوال باشه یک وقت دیگر، نه سوال در باره آیه تطهیر یک وقت دیگر. خدا خیرتون بده. ممنون جانم، ممنون، متشکر، سلامت باشین. دوستان عزیز، ولایت کلمه، من در باره ولایت صحبت کنم. این ولایت یک ولایتی که صوفیه میگویند، صوفیه میگویند، و یک ولایتی که در حدیث آمده. ولایتی که صوفیه میگویند، مثلا آقای خمینی در کتابش میگه که ولی بر تمام ذرات عالم مثلا ولایت تکوینی دارد، اون فرق میکنه با ولایتی که اهل بیت علیهم الصلاه و السلام گفته انما ولیكم الله ورسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزکات وهم راکعون. ولایتی که صوفیه میگویند یعنی خداوند متعال، خداوند متعال اصلا به صورت ولیش ظاهر شده، درسته؟ تمام کارهای خدایی، خلق، رزق، تمام چیزها را اون صوفیه میگویند. خلق یعنی هیچ، همه تمام علم خدا، همه چیز، اصلا خدا ولی نیست، اصلا این ولی خودش خداست، این ولی اصلا خدا به این صورت، بین اینا کمال وحدت، اصلا دوتایی نیست. تاجی هستید؟ قطب عالم امکان، مثلا ابوبکر ابن عربی میگه من قطب عالم امکانم، من خود خدا به صورت من ظاهر شده، لذا من خالقم، من رازقم، من محیم، من ممیتم، من همه کارم منم. تاجی هستید؟ یک ولایت، اون ولایت. اینا که میگن ولایت، وقتی که این غلات که یک مقدار تصوف را، یک مقدار روایت خواندن، یک مقدار تصوف خواندن، عرفان خواندن، و شما میدانید که اینا خودشان هم نمیدانند که این حرفایی که میزنن حرفای صوفیه هست و حرفای عرفا هست، اونا را با هم قاطی میکنند و بعد شما را متهم میکنند که شما ولایت را قبول نداری. عزیزان من، ولایت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام، اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام خودشان فرموده، یعنی صاحب اختیار ما، سید ما، آقای ما، مولای ما، علمشان از جانب خدا بی نهایت، اما یک چیزهایی هست که خداوند متعال مثلا به اونها نداده، یک چیزهایی از علمی هست که خداوند اونها را برای خودش به عنوان خدا اون مصلحت را میداند، به اهل بیت علیهم السلام اون را نداده. و این نه به این معنا که جبرئیل آگاه تر از پیغمبر صلی الله علیه و آله، نه به اون معنا، نه، این حکمتش را خدا میداند، و خالقیت مال خدا، رازقیت مال خدا، و اینها بندگان خداوند متعال. اهل بیت علیهم السلام گرسنه میشن، غذا میخورن، واقعا به غذا احتیاج دارن، اهل بیت علیهم السلام واقعا به آب احتیاج دارن، و اهل بیت علیهم السلام کسی بکشد واقعا کشته میشن، اینطوری نیست بله که اینا عالم مخلوقینا باشه. خلاصه عزیزان من، اون ولایتی که قرآن و اهل بیت علیهم السلام فرموده با اون ولایتی که صوفیه و غلات میگن، ما با هم فرق میکنه.